درود درود عزیزان دلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید. طرز تهیه دمی گوجه رو براتون دارم که خیلی سریع، راحت و آسون آماده میشه. موادی که بهش احتیاج داریم دو پیمانه برنج عطری هستش که من از 2 ساعت قبل شستم، با یه مقدار نمک خیس کردم، 3 عدد گوجه فرنگی، 2 عدد پیاز، 2 حبه سیر، 2 عدد هل و 1 عدد لیمو امانی کوچیک، فلفل سیاه و زردچوبه به اندازه لازم و ربع گوجه فرنگی هم یه قاشق غذا خورید. یه مقدار روغن زیتون به مایتابه اضافه میکنیم. این دمپخته ما تقریبا 10-15 گرم کره هم داره که من کرش هم بهش اضافه میکنم و پیازها رو خوب تفت میدیم که سبک و طلایی بشه. من این دمپخته که درست میکنم خود برنج نشاسته داره، بهش سیب زمینی اضافه نمیکنم، زیاد دوست ندارم، اما اگر شما دوست داشته باشید میتونید سیب زمینی هم بهش اضافه کنید. یک عدد مسیری که رنده کردم بهش اضافه میکنم، یه سرتفت بدم. فلفل و زردچوبش رو بهش اضافه میکنم، از هر کدوم یه قاشق چایخوری. و من یک عدد لیمو امانی داشتم، در این مرحله بهش اضافه میکنم. چرا من لیمو امانی اضافه میکنم دوستان؟ خیلی عطر و طعم و بوی خیلی خوب به دمی ما میده. و 2 عدد هل. در این مرحله سرخ شدن که آب گوجه فرنگی کشیده شد، نمکش رو بهش اضافه میکنم، البته با دقت، چون یه مقدار نمک وقتی خیس کردن برنج بهش اضافه کرده بودیم که برنجمون شور نشه. و یه قاشق غذاخوری من بهش زعفران اضافه میکنم به خاطر که عطر و بوی فلورمون خیلی مشهر میشه. دوستان همه غذایی که من درست میکنم بهتون میگم پیمانه، همون پیمانه فلورپس هستش که من 2 پیمانه برنج استفاده کردم. الان من 2 پیمانه آبجوش هم بهش اضافه میکنم به خاطر اینکه دمیمون خیلی شفته نشه. میذاریم که به جوش بیاد و آب برنج کشیده بشه. دوستان اگر بخواید که یک تعدیق جذاب داشته باشید، در یک قابلمه جداگانه یه مقدار روغن اضافه میکنیم و زعفران. هر تعدیقی رو که دوست داشته باشید هم میتونید اینجا بچینید، سیب زمینی یا نون، و دمی گرجه رو به این قابلمه انتقال میدید. دمکنی رو میذاریم، حرارت رو کم میکنیم، میذاریم به مدت 30 دقیقه تا 35 دقیقه دمپختگی ما دم بکشه. به به دوستان، خیلی خوش عطر و بو و خیلی عالی دمپختگی ما آماده شده. یه مقدار کره به دلخواه میتونید بهش اضافه کنید و یه مقدار زعفران. در یک تابه جداگانه نیمرو درست میکنیم برای روی این دمیمون. عزیزان دلم، غذای ما آماده شد. این دمپختک بسیار بی نظیر، خوشمزه و خوش عطربو هستش. البته شما دوستان میتونید که به دلخواه اگر دوست داشته باشید لیمو امانی و سیر رو اضافه نکنید. و نکته خیلی مهمی که همه دمپختگا داره اونم این هستش که برنج به صورت آبکش و دوندون نباید باشه و به صورت دمپختک و کته باشه، که علاوه بر اون عطر و بوی خوشمزه‌ای که داره و مواد اولیه‌اش هم حفظ بشه. ممنونم که مثل همیشه لایک و سابسکرایب میکنید و همراهی میکنید ما رو. دوستتون دارم مثل همیشه و شما عزیزان تا ویدیوی بعد به خدا میسپارم.